دوستان سلام، همگی خوبین؟ موفقیت دوستان من یک پازله، پازلی که قطعاتش یکی یکی کنار هم چیده میشه تا یه زندگی عالی رو شکل بده. من امشب میخوام فقط یک قطعه از این پازل رو بگم به اسم زندگی هدفمند. قطعات دیگه ای هم داره، مثل چی؟ مثل استفاده از فرصت‌ها، مثبت اندیشی و نفوذ در ضمیر ناخودآگاه، جور دیگر دیدن، حضور در لحظه و و و. 97% از مردم کره زمین در زندگی‌هاشون هدف ندارند، در حالی که فقط 3% از مردم دنیا با هدف زندگی می‌کنن. خیلی‌ها غر می‌زنن، چرا من تو زندگیم به جایی؟ فقط 3% از مردم جهان با هدف زندگی میکنن و ما امشب میخواییم یاد بگیریم جز به اون 3% باشیم. چرا؟ گفتم ما یه بار فرصت زندگی داریم، میخواییم یه بار عالی زندگی بکنیم. کدومتون میتونین به من بگین ما در دریا به چه بادی میگیم موافق، به چه بادی میگیم مخالف؟ کی میدونه؟ در جهت مسیره؟ کشتی باشه موافق و برعکس مخالف؟ چون کلاسمون هدفه؟ یعنی اگه الان سخنرانی من درباره ازدواج بود میگفتم باد موافق و مخالف، میگفتین بستگی داره با کی ازدواج کرده باشه؟ مسیر، مقصد، ساحل، هدف. وقتی کشتی به سمت بندری حرکت میکنه، اگه بادی همجهت بیاد و کشتی رو هل بده به سمت بندر، این باد موافقه. اگه بادی از روبرو بیاد و سرعتش رو کند بکنه در رسیدن به اون بندر، این باد. و اگر کاپیتان کشتی بندری رو دنبال، اگر کاپیتان کشتی بگه بریم تو دریای گشتی بزنیم، یعنی بندری رو دنبال نکنه، هیچ بادی نه موافقه نه مخالف. آدمایی که نمیدونن تو زندگی میخوان به کدام سمت برن، به جایی هم نمیرسن. هیچ چیزی نه به نفعشونه نه به زیانشونه. دوست من اینجا چی کار میکنی؟ نمیدونم. وقتی من نمیدونم میخوام چی کار کنم، کجا برم، هیچ چیزی در این عالم نه به سود منه نه به زیان منه. امشب میخواییم یه خطی بکشیم، بگیم میخوام اینجا برم. سال 1942 میلادی دکتر ویکتور فرانکل اتریشی اسیر میشه به دست آلمان‌ها در جنگ جهانی. آقای فرانکل رو میبرن در اردوگاه کار اجباری. ایشون میگه من با ورود به اردوگاه متوجه نکته عجیبی شدم. تعداد زیادی از اسرا یکی یکی میمردند. فکر میکنین چرا؟ امید نداشتن؟ هدف نداشتن؟ دوستان، ویکتور فرانکل به عنوان یک دکتر روانشناس اولین گمانی که میکنه اینه اونایی میمیرن که از نظر بدنی ضعیفن، بیمارن، رنجورن. اونایی زنده میمونن که جسمی قوی و ورزیده و سالم دارن. روزهای بعد که مرگ و میرها رو بررسی میکنه میبینه نه، واقعا این نیست. دومین گمانی که میکنه اینه باهوش ها زنده میمونن، کمهوش ها میمیرن. چرا؟ کسانی که هوشی سرشار دارن بالاخره راهی برای زنده ماندن در شرایط سخت پیدا میکنن و بقیه میمیرن. روزهای بعد میبینن نه، هستن در میان اسرا کسانی که خیلی هوش خوبی دارن و میمیرن و بالعکس. فرانکل شروع میکنه به مصاحبه با اسرا، زنده های امروز که خیلی هاشون مرده های روزهای بعد می شدن. سوالش اینه تو زندگیاتون هدفی دارید؟ خواسته ای دارید؟ برنامه ای دارید؟ پی چیزی می گردید؟ خیلی هاشون می گفتن ویکتور دلت خوشه؟ کدوم هدف؟ کدوم خواسته؟ مگه اینها می ذارن کسی از این اردوگاه جون سالم به در ببره؟ تعداد کمی از اسرا اهدافی رو مطرح می کردن. ویکتور من انقدر دوست دارم یه روزی جنگ تمام شه، آزاد شم، واسه یه بارم که شده زن و بچه‌مو ببینم.
آقای فرانکل میگه وقتی روزهای بعد مرگ و میر رو در اردوگاه بررسی کردم، دیدم دقیقاً کسانی میمردن که میگفتن کدوم هدف دلت خوشه، مگه میذارم کسی زنده بمونه، و کسانی میماندن که هدف و برنامه ای داشتن. آقای فرانکل وقتی از اسارت آزاد میشه، بحث جدیدی رو در روانشناسی پایه‌گذاری میکنه به اسم مکتب، کی میدونه؟ معنا درمانی یا لوگوتراپی. ایشون کتاب‌های زیادی می‌نویسه. توی یکی از این کتاب‌ها میگه در اردوگاه ما کسانی زنده نمی‌موندن که جسمی سالم‌تر یا هوشی بالاتر داشتن، بلکه اونهایی زنده می‌ماندن که دلیلی محکم برای زنده ماندن داشتن. اونهایی زنده می‌موندن که در زندگی به دنبال معنا و مفهومی می‌گشتن، و انسان‌های سرگشته بی هدف یکی یکی می‌مردن. دوستان، می‌خوام اونایی که کاغذ دارن رو برگه‌های کوچولو، اونایی هم که ندارن هیچ، 5 تا هدف مهم زندگیتون رو برای من بنویسید. آهنگ هیجانی هم گذاشتن، با هیجان اهداف رو بنویسید. با هم مشورت نکنین دوستان. میگه من 2 تا هدف کم دارم، به هم هدف قرض ندید. دوست من، زندگی مثل یه ماشینه، ماشینی که قراره یک بار سوارش بشی در مبدعی و یک بار از او پیاده شی در مقصدی. ماشینی که میشه توش 2 تا نقش رو ایفا کرد، راننده بود. تصمیم بگیریم ماشین رو به کدام سمت ببریم. 3% مردم دنیا مسافر بود. هر جا ما رو بردند بریم. 97% مردم دنیا میدونین داستان چیه؟ ما خوب میدونیم که تو زندگیمون چی نمیخوایم، ولی نمیدونیم چی. من نمیخوام بدون پول باشم، من نمیخوام مستاجر باشم، من نمیخوام بیمار باشم، نمیخوام بدبخت باشم، نمیخوام بدهکار باشم، نمیخوام درجا بزنم، نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام. چی میخوای؟ تو حالا فکر نکردم؟ خیلی از مردم مثل کسی میمونن که میره سراغ یه سوپرمارکت، یه سراغ یه بقالی. سلام، من پنیر نمیخوام، کره نمیخوام، مایونز نمیخوام، نوشابه نمیخوام، و انتظار داره با یه بسته پر از خرید برگرده خونه. ما فقط خوب میدونیم چی؟ چی؟ خیلی خوب، همین اهدافی که جمع شده کافیه. به من بدید ببینیم واقعا اوضاع در دوستان ما در مالزی چگونه است. ممنون، چکر. چند درصد از مردم دنیا بی هدفن؟ خب این سطل اهداف رو به من بدید ببینیم که اوضاع در مالزی چگونه است. اگه هدف دیگه ای بود توی این سبد برام بیارینش. خب ممنون. اولین برگ رو انتخاب بکنیم ببینیم برنده این مزدا تریکیه. اولین برگ، دوستمون نوشتن یک زندگی سالم و شاد در کنار خانواده، 2 فارغ التحصیلی در رشته مورد علاقه، 3 شروع به بیزنس و کار مورد علاقه، 4 موفقیت در کارم، 5 اقامت در کشور مورد علاقه. همبرم رمزی نوشته. دوست من، اینایی که شما نوشتی هدف نیستند، هیچ کدومش. یکی دیگه رو بخونیم. درآمد روزی 3000 دلار. 3000 اصلا من گلوم یه دفعه 3000 دلار. بی ام و سری 5، اقامت در امریکا، زبان انگلیسی و فرانسه، و جام جهانی 2012.
با هم بودن با عشق و علاقه و آرامش، پیدا کردن موقعیت اجتماعی اقتصادی ایدئال، یه دونه بچه سالم و تشکیل خانواده بزرگتر. با یه دونه همیشه بزرگ نمیشن. در آوردن پول زیاد و پیدا کردن شغل و مناسب با رشته تحصیلی، هیچ کدومش هدف نیست. دوستان، ما توی زندگیمون باید سه تا چیز رو دنبال بکنیم: مقصد، ارزش، هدف. دقیقا ببینیم فرق این سه تا با هم چیه. اگر من از شما بپرسم دوست من، میشه در یک کلمه به من بگی از همه زندگی چی میخوای از الان تا آخرین روزی که قراره پرونده زندگی ما بسته بشه؟ توی یک کلمه بگو چی میخوای؟ آرامش، موفقیت، سعادت، خوشبختی و و و و. این یک کلمه ها هر کدوم یه دونه مقصده. خواسته من در یک کلمه از همه زندگی میشه؟ میشه؟ مقصد. و مقصدها به خودی خود دستیافتنی نیستن. وقتی من خودم ندونم کجا میخوام برم، بلیتی برام صادر؟ در این عالم بلیت موفقیت کسی رو زودتر صادر میکنن که اعلامش دقیق تر باشه. دوستی که وقتی ازت میپرسم از زندگی چی میخوای، میگی موفقیت، تو همونی هستی که میری تو آژانس و میگی بلیت. آیا بلیت صادر میشه؟ نمیشه. این موفقیت هم سراغ تو نخواهد آمد مگر وقتی ما زمینه های مقصد رو تعیین میکنیم. مقصد تبدیل به ارزش میشه. از زندگی چی میخوای؟ موفقیت. این مقصد توه. میشه به من بگی تو خودت رو کی موفق میدونی؟ میشه من بدونم در چه زمینه‌ای میخوای موفق بشی؟ آها، آقای فرهنگ، من اگر یک شغل پردرآمد داشته باشم، من اگر خانواده تشکیل بدم، صاحب فرزند بشم، من اگر پولدار بشم، اگر تو چند رشته ورزشی به اوج برسم، اگه جهانگرد بشم، دور دنیا رو بگردم، اگه رفیق خدا بشم، اگه تو شغلم بتونم پیشرفت کنم، اگه بتونم تحصیلات عالیه داشته باشم تا مدارج بالا، فکر میکنم آدم موفقیم. دوست من، وقتی زمینه ها رو تعیین میکنیم، مقصد تبدیل به ارزش میشه. ارزش ها به خودی خود دستیافتنی نیستن. بذارین اطلاعات رو با هم مرور کنیم. من تا دلتون بخواد توی حساب بانکیم پولم، چکایی رو به نام تک تک شما صادر کردیم، چک منو ببرید بانک، آقا یا خانومی که پشت باجه است چک رو بهش بدید، هر چه زودتر هر چه بیشتر، گاف صندوق رو خالی کنین سریعتر. به نظرتون با چک من به شما پول میدن؟ من خیلی پول دارم. چک به نام شماست؟ نه تاریخ داره؟ نه؟ آها، من شوخی کردم که گفتم انقدر پول دارم که تا پنج نسلم میخورن. دارم به اندازه خودم، ولی بانک کائنات تا دلتون بخواد ثروت، بانک کائنات پول داره، همسر داره، مدرک تحصیلی داره، سفر دور دنیا داره، خونه داره، ماشین داره. من وقتی ازتون خواستم هدفاتون رو بنویسید، اینو میبینید؟ شما امشب از دست چک زندگیتون یکی ورق چک برای من صادر کردین. این چکای شماست. بانک کائنات نقدش کن. و من بعد ازتون عذرخواهی کنم که میخوام بگم درصد بالایی از چکهای شما در بانک کائنات نقد نمیشود. چرا؟ چون این چک منه. هرچه بیشتر، هرچه زودتر، هرچه خوبتر، هرچه بهتر میگید نه؟ ببینید، از این چکهایی که شما برای بانک کائنات کشیدید، من انتخاب میکنم یکی دوتا رو و از هر کدوم یکی رو میخونیم. هدف سه، جلویی ها میبینن؟ خوشبختی. میشه به من بگی چقدر خوشبختی میخوای؟
هرچه بیشتر. میشه به من بگی کی میخوای به این خوشبختی برسی؟ هرچه. و این همون چکیست که نقد نمیشود و بانک کائنات چکو باطل میکنه تا روزی که از این عالم خدافزی کنه. هدف اونقدر دقیقه، اونقدر روشن و واضحه که به محض این که اعلام میشه و بارها بعد از اعلام ذهن ما رو درگیر میکنه تا ما به خواسته نزدیک و نزدیک تر بشیم. دوستان، من میخوام خوشبخت بشم، این مقصد من خوشبختی. یعنی من تا آخر زندگیم دنبال چی میگردم؟ خوشبخت شدن، این مقصد منه. خب من برم کنار خیابون بایستم، به تاکسی ها بگم، حالا اینجا که تاکسی ها کنار خیابون هستن و شما میرین سوار میشین، ایران رو فرض کنین تاکسی داره رد میشه، بهش بگم یه جایی میره، چرا این یه جایی منو نبرد؟ تاکسی بعدی یه جایی، و شب به این نتیجه میرسم که کلن تاکسی ها هیچ کدوم یه جایی نمیرن. ولی وقتی مقصدم رو بگم کجا میخوام برم، بالاخره اولی نیسته دومی میسته. دوست من، توی این عالم باید دقیقاً بگی چی میخوای که احتمال رسیدن تو بیشتر رو. بذارین یه مثالی بزنم که هممون تو زندگی لمس کردیم. یه موقعی میشینم میگم اگه یه روزی به آرزوام برسم، یه زندگی درست کنم، ای خدا، هیچی هم نمیشه. ولی یه موقعی نشستم توی خونه میگم یه بستنی الان این میچسبه، دو دقیقه نمیشه. دوستی، یکی از اعضای خانواده با یه کیسه بستنی میاد، بعد ما ایرانی ها بلا فاصله میگیم چی؟ کاشکی از خدا به چیز دیگه خواسته بودم. بعضی ها میگن خدا خواسته های شکمی رو زود میده. آها، کاشکی از خدا یه چیز دیگه خواسته بودم. من از شما سوال میکنم، چرا بستنی خواستی و تو یکی دو دقیقه بهت رسید؟ چون این عالم خیلی با شعوره، و هرچه من و شما با این عالم با شعور بیشتری برخورد کنیم، رسیدنمون به خواسته ها سریع تره. چند تا از آقایون بیان روی سن، میخوایم یه بازی بکنیم با هم. اونایی که میگید من اگر هدف دقیقی تعیین بکنم ولی امکانات رسیدن بهشو نداشته باشم چی؟ خب کمن، چهار نفر کمن. کمن آقایون، خوبه، شما بیا پشیمون نشو، شما بیا. خب میخوایم یه بازی بکنیم، موافقین؟ فقط 3-4 نفر موافقه. فوق‌العاده. دوستان دستاتونو بگیرین جلو من ببینم چی دی. این دوتا رو بده به من بعد بهت میدم. میخوام دستاتونو بگیرین جلو من مطمئن باشم چی دی تو دستاتون نیست. آها، موبایل تو جیب، خیلی خوب، دستا پایین. من وقتی بهتون گفتم شروع کنید، نه دستا پایین دیگه، هر کدومتون، شما بیا عزیزم، آفرین، خوبه. ببینین عالم بچه ها چقدر از ما بیایم رو سن اینجوری میکنیم. بچه ها، میخوام وقتی بهتون گفتم هر کدومتون 10 تا چیز رو، دستاتو ببینم، 10 تا چیز رو از خودتون جدا کنین، بذارین جلوتون روی سن، با دو تا شرط. شرط اول، از جیباتون چیزی در، یه دفعه دست نکنید تو جیبت موبایل رو در بیاری. من دیدم موبایل تو دستتون نبود. از جیبتون چیزی در. شرط دوم، با رعایت شونات شروع کنین. جورابم میشه؟ چرا نمیشه؟ خب تصویر رو روی پرده میبینن دوستان، اگه اون دوستان عقب نمیتونن دقیق ببینن. گفتم از جیبت چی دیدن؟ نه یار، اونو میذاری اینجا، بذار تو جیبت، از جیب نه، کیفت هم همینطور. آدامسم داره.
باتری از کجا اومد؟ خیلی صداقت این منو کشته. میگه آقا این باتری قدیمی تو جیبم بود. خب بشمورین چند تا شده سری. هر کفش یه دونه است، هر جوراب یه دونه است. بشمورین میکروفون بیسین. از نفر اول فقط میخوام یه عدد بگین، یعنی اینجوری 4-5 میکروفون به بعدی بدین، عدد به من بدین که چند تا شده. خب ایشون فعلا داره کفیه کفششو تیکه پاره میکنه. عددت رو اعلام کن، میکروفون رو بده نفر بعدی. نه بلندتر. 4 9 7 5 10 6 7 2 میکروفون 2 3 بده بعدی 10 3. این دوستمون فوق‌العاده است، دو تا کفش و یه عینک گذاشته جلوش، میگه 10 کو. 10 تا تو ریاضیاتت صفر شده نه تو مدرسه؟ این 3 تاست. نپوش، من 2 دقیقه به دوستانمون وقت میدم که 10 تا به اینها اضافه کنن. چیزی از جیبتون در نمیارید با رعایت شؤونات. مثلا چرا چشات گرد شد اینجوری نگاه میکنم؟ میتونی بند کفشتو دراری، میتونی سگک کمربندو دراری، کفیه کفشو دراری. 10 تا به اینها اضافه کنید سریع. میخوام ببینیم اونایی که میگن من امکانات ندارم واقعا درست میگن. نشسته از اینجا مثل آدمای بلا تکلیف. عددو بشمارید به عدد بدین. بشمارید نفر اول اعلام کن، بده نفر بعد. 14 7 9 ده. نه بعد لمس شدنی. 5 ده 11 7 9 4 توی وقت میکروفون دستت نگیری. 5 2 دقیقه بهشون وقت میدم 10 تا اضافه کنن. شروع کنین. 2 دقیقه دوستان تشویقشون هم بکنین که بهتر. آها حالا 2 دقیقه وقت داریم. بودو عجیب نه دستا هی داره شلتر. همون 10 هنوز 5 هنوز 5 20 فقط آدامسشو 15 تکه کرده اینجوری ریز ریز. اینا رو جمع کنی یا 25 من چیزی اضافه نشد. همون هفت نه هنوز چهار همون چهار هنوز هشت هنوز پنج. اونایی که به 10 نرسیدین از نفر اول، کدومتون به 10 نرسیدید؟ خب آیا شما امکان دیگه ای داشتی یا نه؟ هیچ امکان دیگه ای نداشتی. بند اون کفش چیه اونجا؟ شما گفتی بنده رو یکی حساب کنید، یه حساب کرده بودم. اگر دوتا حساب کنم که... بله بند باز نکرده رو هم حساب کرده میشون. فوق‌العاده این. قبوله. شما امکان دیگه ای نداشتی؟ بله کفیه کفشو. چند تا بود؟ 9 تا. میتونستی 10 تاش بکنی یا نه؟ به راحتی. چرا نکردی؟ ریسک نکردم. ایشون باز کردن بند کفش رو ریسک میدونن. میخوام بهتون بگم اونایی که تو زندگی میگن ما امکانات نداریم، همشون امکانات دارن. چند تا؟ تو که این آدامس رو شرحه کردی هست. میدونم این آدامس رو یه وهم میداره میگه میخوای 30 تاش کنم؟ 25 همون 7 تا. آیا میشد بیشترش کرد؟ جورابتو به من بده. اینو بگیر. ببینیم دوستمون امکان دیگه ای داشتن یا نه. میشد اینو بکنی؟ چرا نکندی؟ قیچی نداشتی؟
این قیچی میخواد؟ خودش هم از حرفش خندش میگیره، میگه نه. خب پس چرا نکندی؟ دیگه چرا در نیاوردی؟ امکانش نرسید. دوستان رو تشویق کنه، تشویق کنه. نیروی کمکی هم اومده. من الان براتون توضیح میدم مثلا این بازی که کردم به چه منظوری بود. شما میتونید وسایل رو جمع کنید و بشینید من توضیح بدم. وقتی من میگم دقیقا تعیین کن که تو زندگیت چی میخوای، و یه عده میگن من برای رسیدن به این خواسته ای که تو میگی دقیق تعیین کن امکانات ندارم، پس اصلا خواسته دقیقی هم تعیین نمی کنم. من وقتی از دوستان خواستم 10 چیز رو بذارن جلوشون بدون اینکه از جیبشون چیزی درارن، بدون اینکه شؤونات رو زیر پا بذارن، تقریبا همشون گمان کردن که 10 چیز وجود نداره. ولی وقتی گفتم 10 اضافه کن، 10 اضافه کن، چند نفر به 10 نرسیدن؟ بقیه با شجاعت تمام انگار تازه فهمیده بودن امکاناتی هست که نمیدیدیم، تون تون امکانات رو اضافه میکردن. ببین دوست من، ساده ترین امکانی که ما داریم اینه، عقلی که میتونه برای ما راه کار پیدا کنه. دوستی که میگی من اگه هدف دقیقی تعیین بکنم ولی امکانات لازم رو برای رسیدن بهش نداشته باشم، فقط خواستم با 2 بازی نشونت بدم که اشتباه فکر میکنی. امکان رسیدن به هدف رو داریم، فقط باید بدونیم دقیقا چی میخواییم. ساده ترین امکانم گفتم قدرت تفکر. میشه فکر کرد، میشه دنبال راه جدیدی بود، میشه فکر کنم منم میتونم، میشه فکر کنم که حتما مسیری هست که میشه توش گامی برداشت، نه اینکه هی سر جام بیستم و همه زندگیمو قر بزنم و آه بکشم و اگه اینو داشتم و اگه اونو داشتم. و تحقیقات نشون میده 93% از کسانی که در این عالم به جایی رسیدن در همه ی عرصه ها، موفق در تجارت، موفق در سیاست، موفق در ورزش، موفق در علم، موفق، 93% از موفق های دنیا از بی امکانات ترین خانواده ها، فقیر ترین خانواده ها بودن. دختر و پسر در بچگی دست فروشی کردن، کارگری کردن. نمونه زیاد داریم، ایرانی، خارجی، تا دلتون بخواد. برین زندگی نامه استاد حسابی رو بخونین، پروفسور حسابی رو، با چه کارگری، با چه داستانی ایشون زندگی میکنه. چند لیسانس میگیره، چند فوق لیسانس میگیره، دکترای طب میگیره، دکترای فیزیک میگیره، پدر فیزیک ایران میشه، تنها شاگرد ایرانی انیشتین میشه و و و و من میتونم صدها مورد رو براتون مثال بزنم از آدمایی که با کم بوده امکانات قد کشیدن. از هر کدوم از من و شما چند تا تابلو کشیده شده؟ کسی تو جمع ما هست 2 باشه؟ پس ما خیلی گرون قیمتیم. 1 استادی ما رو استادانه کشیده، 2 منحصر به فردیم. چی میخوام بگم؟ حق نداری خودتو به چیزای کوچیک راضی کنی چون خیلی بزرگی. میریم دنبال هدفهای بزرگ چون من و تو بزرگیم. من یه جایی گفتم هدفاتونو بنویسید، یه برگ هدفو برداشتم بخونم، دیدم از 1 تا 5 نوشته پول 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 پول. اشتباه میکنی، همه زندگی پول نیست. تو باید دست تو تا آدمم بگیری، ما انسانیم. بعد خندم رو 2 لب بشونی، بعد گره هم از 2 آدمی که گره کور به زندگیشون خورده باز بکنی. ما مسئولیم. همه زندگی من من و خودخواهی های من غلطه. درس من، مدرک تحصیلی من، خونه من، ماشین من، بچه من، پول من، سفر من. نه نه، میریم دنبال هدفهای بزرگ، هم معنوی هم مادی، هم انسانی هم دنیایی. خب دوست من، یاد بگیریم بزرگ فکر کنیم، کوچولو عمل کنیم. اونی که بزرگ فکر میکنه و گام به گام حرکت میکنه برنده این عالمه. من 15 دیگه دکترا میخوام، فوق‌العاده است. بزرگ فکر کن، حالا کوچیک عمل کن. آدمای موفق انتخاب کردن برنده باشن، آدمای ناموفق انتخاب کردن بازنده باشن. کسی که
مدام قله های کوچولو رو فتح میکنه، یه روزی رو که اورسته. سال 1979 میلادی متخصصین دانشگاه هاروارد رفتن در جشن فارغ التحصیلی دوستانی که داشتن در رشته مدیریت بازرگانی فارغ التحصیل می شدن. به هر کدوم از این دوستان یه فرم دادن، اسمتون، آدرستون، شماره تلفنتون. بگید ببینم آیا تو زندگیاتون هدف دارید؟ آیا هدفاتون رو مکتوب کردین؟ برگاه ها جمع شد، دیدن 3% از دانشجوها نوشتن هدف داریم و اهداف ما مکتوبه. 13% دانشجوها نوشتن هدف داریم، دلیلی برای نوشتنش نداریم، هدف تو ذهنمه دیگه چرا بنویسم، بیا بهت بگم 1 2 3 4 5. 84% نوشته بودن هدف نداریم. فارغ التحصیل بشیم یه کاریش میکنیم، به قول ما ایرانی ها خدا کریمه. دانشگاه هاروارد از اینا خواست تا 10 سال. اگر آدرس یا تلفنتون عوض شد ما رو در جریان بذارید. 10 سال بعد رفتن سراغ این دوستان. موفقیت‌های اینها رو در عرصه‌های مختلف بررسی کردن. یه گزارش 300 صفحه‌ای دانشگاه هاروارد چاپ کرد که من اینو کامل خوندم. نوشته بودن اون 3%ی که 10 سال پیش اهداف مکتوب داشتن در همه زمینه‌ها از 97% ما بقی جلوترن. موفقیت‌ها رو تو عرصه‌های مختلف نوشته بود، برای هر کدومم جدول و نمودار کشیده بود. یه دونه‌شو براتون بگم. هاروارد اومده بود درآمد اینها رو محاسبه کرده بود. اونی که وقتی یه نفر درآمد بالایی داره میگی خدا شانس بده، شانس وجود ندارد، انتخاب کن برنده باش. هاروارد نوشته بود اون 3%ی که 10 سال قبل اهداف مکتوب داشتن جمع درآمدشون 10 برابر 97% ما بقی است. اون 13%ی که 10 سال قبل اهداف ذهنی داشتن جمع درآمدشون 2 برابر 84% ما بقی است. چرا؟ ما هر دومون هدف داریم. حالا من نوشتم روی تیک کاغذ، تو ذهنته. چرا این همه اختلاف درآمد؟ 3%، 10 برابر 97%، 13%، 2 برابر 84%. چون این کاغذ یه معجزاتی میکند. 3 نکته داره که بهتون بگم. 1، من دارم میام برای شما سخنرانی کنم، اصلا شک نکنین من قبل از سخنرانی فکر میکنم. الان که دارم میرم تو سالن اینو بگم، حالا تا وقتی که سخنرانی توی ذهن منه فکر میکنم عالی ترین سخنرانی رو امشب میخوام بکنم. اگر بیام تیتر چیزایی رو که میخوام به دوستان عزیزم بگم این رو بنویسم تیتر و یه 2-3 باری بخونمش، میدونین چه اتفاقی میفته؟ خط میزنم، پاره میکنم، از اول مینویسم. چرا؟ چون هر باری که این برگو میخونم متوجه میشم این ایراد داره، اشکال داره، ابهام داره، خطا داره. شروع میکنم به بالا پایین کردن اینا، اصلاح کردن اینا، دقیق کردن اینا، و هرچه اهداف ما دقیق تر بشه احتمال رسیدنمون بیشتر میشه. 2، ما در روانشناسی میگیم روزانه 50,000 فکر خواسته و ناخواسته از ذهن هر انسان عبور میکنه. شما گاهی از اتاق میخواییم بیاییم بیرون، چنان در رو محکم میبندین خودتون نیمت میپرین بالا. چرا؟ چون ذهنتون درگیره. کسی که هدف رو تو ذهنش نگه میداره بین دل مشغولی هاش، بین روزمرگی هاش گمش میکنه. بعدم میگه من میخواستم تو 2 ماه پیش این کارو بکنم، دیدی آدم رفت، مگه میذارن؟ مگه شروع میکنه به محکوم کردن اینون. دوست من یادت باشه وقتی انگشت تقصیر رو به سمت کسی میگیری، اونی که همه عمرت برای اینکه ازت میپرسن چرا به جایی نرسیدی صرف این میشه که دیگران رو محکوم بکنی، یادت باشه وقتی دیگری رو محکوم میکنی، میدونی چرا من به جایی نرسیدم؟ تقصیر پدرم بود، تقصیر مادرم بود، تقصیر جامعه‌ام بود، تقصیر مدرسه‌ام بود. وقتی دیگری رو محکوم میکنی 3 انگشت به سمت خودته. خودت مقصری، خودت و خودت مقصری. و شستمون رو به بالا میگه خدا شاهده، خودت مقصری. بگذاریم. آخرین نکته، آقای فرهنگ بله،
اگر من اهداف دراز مدتم رو تعیین کنم واقعا فکر کنم 15 سال دیگه چی میخوام، خوردش بکنم تا یک ماه، بنویسم رو کاغذ، تاریخ بزنم، نصب کنم در معرض دیدم، براش تلاش کنم. سوال من اینه اگر یک ماه گذشت و من به اینا نرسیدم چی؟ اگر من در رسیدن به اهداف یک ماه شکست خوردم چی؟ فرهنگ تو نمیگی من اعتماد به نفسم از دست بدم؟ نمیگی باورهای من فرو بریزه؟ نمیگی من به خودم بگم تو که نتونستی به هدف یه ماهت برسی، میخوای به هدف تو یه ماه 5000 تومن نتونستی بیشتر دراری، ما 20 میلیون میخوای؟ جواب: آدمای موفق بیشتر از آدمای ناموفق شکست میخورن. توماس ادیسون 1000 شکست رو تجربه کرد تا لامپ ساخته شد. دوست من دست منو ببین، دارم راه میرم، میخورم زمین. به خودم میگم فرهنگ بلند شو، تو باید ادامه بدی. بلند میشم، راه میرم، میخورم زمین. بلند شو، باید ادامه بدی، میخورم زمین. ببینین تا وقتی که میخوام راه برم احتمال زمین خوردن وجود داره. نفر دوم داره راه میره، میخوره زمین، دیگه از جاش بلند میگه بدبخت شدم، رفت، هرچی سنگ مال پایه، چرا خرمو از کرگی دوم. ایشون که الان دراز کشیدن روی زمین ممکنه بازم بخوره زمین؟ محاله. دراز کشیده چجوری زمین میخوره؟ آدمای موفق هیچ وقت تسلیم نمیشن و اونایی که تسلیم میشن هیچ وقت موفق نمیشن. دوست من خیلی ساده است، زندگی دوراهیه، یا انتخاب کن موفقیت رو یا انتخاب کن تسلیم رو. زندگی نامه کسی رو میخوندم به اسم راجر کرافورد، نوشته بود بدون دست به دنیا اومد، تصمیم میگیره تنیس بازی کنه. راجر فقط دو تیکه گوشت کنار دستش بوده، بزرگ میشه میگه من راکت تنیس رو میذاشتم زیر بغلم، با همون یه تیکه گوشتی که داشتم اینجوری میگرفتمش، این گوشت رو فشار میدادم رو راکت، نگاه میکردم توپ از کجا میاد، میدویدم شیرجه میرفتم. راجر کرافورد میگه توپ به راکت من نمیخورد، من با صورت میرفتم توی زمین، ولی تسلیم نمیشه. انقدر بدون دست تنیس بازی میکنه که میشه مربی بین‌المللی تنیس. چند قهرمان جهانی تنیس شاگردای راجر کرافورد بی دستن. جمله رو میگم، دوست دارم همه تون با صدای بلند آخرین کلمه شو بگین: آدمای موفق هیچ وقت تسلیم، و اونایی که تسلیم میشن هیچ وقت موفق. از صبوریتون ممنون، همه رو به خدا میسپارم.